داستان هولناک فرعون، پادشاهی که می گفت من پروردگار بزرگ شما هستم. او فرمان روای تمدن مصر باستان بود و اسمش بارها در قرآن کریم اومده. بسیار ثروتمند بود و ثروتش در آبهای دریای سرخ مدفون شد و قرنها بعد جسدش به شکل معجزه آسایی پیدا شد. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چنل ایسا تیوی همراه شوید. مردم مصر باستان مردمی بودند که در کناره رود نیل زندگی می کردند و از جنگ با دشمنان عبایی نداشتند. عنوان فرعون لقبی بود که به پادشاهانی که در مصر باستان بر مردم مصر حکومت می کردن اطلاق می شد. این کشور توسط خاندان فرعونها اداره می شد. بسیاری از فراعنه خودشون رو خدا می دونستن. طبق باورهای مصر باستان، فرعون مسئولیت محافظت و برقراری نظم دائمی بر روی زمین رو عهده‌دار بود. در تمامی معابد مصر باستان، مردم برای فرعون عبادت می کردن. اختیار کل قدرت و مسئولیت‌های مصر باستان در دستان فرعون بود. فرعون در تمام دوران زندگی خود در رفاه و خوشی بود. فرعون که خودش رو خدا اعلام کرده بود، دیگه پاش رو از گلیم خودش دراستر کرده بود. خداوند متعال فرستاده خودش حضرت موسی رو نزد اون فرستاد. حضرت موسی علیه السلام فرعون رو به ایمان به خداوند یکتا دعوت کرد. با اینکه حضرت موسی معجزاتی همچون مار شدن عصاش و ید بیضا یعنی نورانی شدن دستش رو به فرعون نشون داد، ولی فرعون باز دعوت حضرت موسی رو نپذیرفت. حضرت موسی به فرعون گفت تنها 3 روز مهلت داری. اگر از آنچه که به تو گفتم اطاعت نکنی، خداوند متعال بلاهای مختلفی بر تو نازل خواهد کرد. بلایا 3 روز بعد یکی بعد از دیگری اتفاق افتادند. خداوند متعال ابتدا باران شدیدی رو بر قوم فرعون که وجود خداوند رو انکار می کرد فرستاد. این باران به مدت 8 شبانه روز ادامه داشت. آب رود نیل به طور بی سابقه ای زیاد و سرازیر شد. باران خونه ها و حیوانات رو نابود کرد. انگار که دریایی داشت از آسمان به زمین می بارید. در مواجهه با این مصیبت، مردان فرعون به نزد حضرت موسی اومدن و گفتن ای موسی، از پروردگارت بخواه که این بلا رو از ما دور کنه تا ما هم به تو ایمان بیاریم. حضرت موسی نیز دعا کرد و طوفان متوقف شد، اما اونها باز خداوند رو انکار کردند. خداوند متعال پس از سیل بلای ملخ‌ها رو بر سر اونها فرستاد. ملخ‌ها لباس‌ها و وسایل خونه‌های قوم فرعون رو خوردن. در برابر این بلا قوم فرعون به نزد موسی آمدند و از او خواستند که به درگاه پروردگارش مجدداً دعا کنه و اگر دعا کنه به او ایمان خواهند آورد. حضرت موسی دعا کرد و بادی اومد و تمام ملخ‌ها رو داخل رودخانه ریخت. ولی فرعون و قومش که قلب‌هاشون سیاه شده بود به قول خودشون عمل نکردند. پس از اون خداوند متعال مصیبت مورچه‌ها و قورباغه‌ها رو یکی پس از دیگری بر قوم فرعون نازل کرد. به قدری مورچه‌ها و قورباغه‌ها بر مصر فرو ریختن که مصر غیر قابل سکونت شد. فرعون و اطرافیانش که نتونسته بودن از شر این موجودات خلاص بشن، دوباره به سراغ حضرت موسی رفتن و دوباره از اون درخواست کردند که به درگاه پروردگارش دعا کنه و وعده دادن که این بار به یقین ما به تو ایمان خواهیم آورد. حضرت موسی دعا کرد و اونها از این بلا نجات پیدا کردند. ولی باز به خداوند ایمان نیاوردن و به گمراه بودن خودشون اصرار کردند. از این رو خداوند متعال بر اونها بلای خون رو نازل کرد. همه چیز خونی شد. حتی نوشیدنی هاشون هم خون بود. هنگامی که توی لیوانها و کاسه هاشون آب می ریختن و این لیوانها و کاسه ها رو به دستشون می گرفتن، آب معمولی براشون تبدیل به خون می شد. هنگامی که پیروان حضرت موسی به آب دست می زدن، آب همچنان آب بود، ولی وقتی پیروان فرعون به آب دست می زدن، آب تبدیل به خون می شد. توی رودخانه و نهرها خون جاری بود و رودخانه بزرگ نیل تبدیل به خون شده بود.
و هر جا که می نگریستن خون بود، ولی اونها که ایمان نداشتن و قصد ایمان آوردن هم نداشتن دائم به بی ایمانی خودشون بر می گشتن. فرعون قصد داشت تا با کمک جادوگران حضرت موسی رو تحقیر کنه و شکست بده. به همین خاطر یک فراخوان کلی زد و همه جادوگران ماهر رو فراخوند. جادوگران عجیب و غریبی از همه جای دنیا توی مصر دور هم جمع شدن و هر کدوم توانایی های مختلفی داشتن. 70 تا جادوگر ماهر با توانایی های مختلف از سر تا سر جهان توی مصر دور هم جمع شدن. روز بزرگ فرا رسید. هزاران نفر توی میدان جمع شدن و هر جادوگر با چوب ها و تناب ها و ابزارهای مختلف خودش در اونجا حضور پیدا کرد. فرعون رو به جادوگران فریاد زد: با سحر و جادوی خود موسی رو نابود کنید. جادوگران چوب‌ها و تناب‌های خودشون رو به میدان انداختن و این چوب‌ها و تناب‌ها هر کدوم به چیزهای متحرک مختلفی تبدیل شد. فرعون از دیدن این صحنه‌ها نعره‌ها زد و خوشحال شد. حضرت موسی برای لحظه‌ای گیج و مبهوت شد. خداوند متعال به حضرت موسی امر کرد: آنچه که در دست داری رو به زمین بنداز. حضرت موسی عصاش رو انداخت و عصا تبدیل به مار بزرگی شد و همه میدون رو گرفت و در عرض چند دقیقه همه مارهای جادوگران رو بلعید. ناگهان سکوت همه جا رو گرفت. جادوگران بر روی زمین زانو زدن و همه با هم فریاد زدن: ما به خداوند هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون عصبی شد و گفت: پس بدون اجازه من به اون ایمان آوردید؟ دست ها و پاهاتون رو یکی از چپ و یکی از راست خواهم برید. جادوگران گفتن: کینه و انتقام تو از ما تنها به جرم آن است که ما به آیات خداوند که برای هدایت ما آمد ایمان آوردیم. بار الها به ما صبر و شکیبایی ده و ما را به آیین اسلام بمیرن. و همه این جادوگران به شهادت رسیدن. روزی فرعون وقتی فرزندان بنی اسرائیل رو در شهر ندید، متوجه شد که حضرت موسی به همراه قومش فرار کرده. فرعون تمام سپاه خودش رو جمع کرد و به دنبال حضرت موسی و قومش راه افتاد. چیزی نگذشته بود که فرعون و سپاهش در سواحل دریای سرخ به حضرت موسی و قومش رسیدند. مقابل قوم بنی اسرائیل دریایی صعب العبور قرار داشت و پشت سرش هم سپاه بزرگ فرعون بود. حضرت موسی عصاش رو به آب دریا زد. دریا شکافت. حضرت موسی به همراه قومش به سلامت از این دریا عبور کرد و به اون طرف رسید. سپاه فرعون هم به دنبال قوم بنی اسرائیل وارد دریا شد. ولی قبل از اینکه به اون طرف آب برسه دریا بسته شد و اونها به هلاکت رسیدن. بعد از عبور از دریا بنی اسرائیل به عقب نگاه کرد و غرق شدن سپاه فرعون توی دریا رو تماشا کرد. وقتی در سال 1881 کانال سوئز افتتاح شد، دنیا با یک معجزه روبرو شد. یک گروه تحقیقاتی انگلیسی موفق شدند در منطقه جبل الطارق جسد مومیایی شده سالمی رو پیدا کنند و دانشمندان قدمت این جسد رو 3000 سال تخمین زدند و این جسد به موزه منتقل شد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.